آقای کمالی پور، مدت هاست حاکمیت جمهوری اسلامی فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای رو عامل ایجاد اعتراض‌های جاری معرفی کرده و الان هم که فرمانده سپاه قدس به طور مشخص رسانه‌ها رو تهدید کرده. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی تا این حد از رسانه‌ها عصبانی هست؟ آیا احساس ضعف می‌کنه؟ برای من بسیار جالبه که تا کنون هیچ کدوم از مسئولین هیچ اشتباهی رو قبول نکردن و همیشه اشتباهات رو میندازن به گردن آمریکا و کشورهای دیگه و رسانه‌های غربی. و من فکر میکنم که اینو بعد از دیدگاه از منظر اونها دید. اونا چیزی که اونا میخوان اینه که همه شبکه‌های جهانی بشن مثل صدا و سیما، بشن مثل پرس تیوی که شبکه بین‌المللی جمهوری اسلامی هست. شما موقعی که این شبکه پرس تیوی رو نگاه میکنید انگار که هیچ اتفاقی در ایران نمیفته، نیفتاده. تمرکزشون بیشتر روی اخبار دیگه هست و فلسطینی ها و اسرائیلی ها و این موضوع ها. و این که این تهدیدی هست، تهدید خیلی بزرگی هست، عظیمی هست. یعنی چگونه میتونن، حالا بگذاریم از اونهایی که در ایران هستن و زیر فشارهای مختلف هستن، بنابراین اینها دارن یعنی عملا میگن همه اونهایی که در سراسر دنیا با رسانه ها در رابطه با ایران صحبت کردن باید به اصطلاح محکوم هستن و باید زندان بشن، نمیدونم چه کار میخوان بکنن. ولی خب یک نشون میده که چقدر مستعصر شدن و چقدر این آشفته هست این وضعیت ایران. و بازم تکرار میکنم، هنوز هیچ کس نیومده بگه ما اشتباه کردیم، ما راه خطا رفتیم و خطاهای ما باعث شده که این وضعیت بیفتیم. رسانه ها فقط منعکس میکنند اون چی که داره اتفاق میفته.